درود بر هممیهنان عزیز، امروز چهارشنبه 24 اردیبهشت با خلاصه اخبار و توده در خدمت شما هستم. پیتر ناوارو مشاور امور اقتصادی دونالد ترامپ عنوان کرد پکن باید هزینه خسارت‌های ویروس کرونا را بپردازد و افزود من به این امر اعتقاد عمیق دارم و فکر می‌کنم ملت آمریکا نیز یقین دارد که چین باید به یک شکلی میلیاردها خسارتی را که به آمریکا وارد کرده جبران کند. بسته 3 تریلیون دلاری کمک به آمریکایی‌ها تحت عنوان هیروز اکت توسط نانسی پلیسی رئیس مجلس نمایندگان اعلام شد. قرار است به هر خانواده آمریکایی 6000 دلار پول نقد داده شود که این رقم معادل 100 میلیون تومان است. جمهوری‌خواهان مجلس سنای ایالات متحده طرحی را ارائه کردند که به رئیس جمهوری آمریکا این اختیار را می‌دهد تا در صورت عدم پاسخگویی کامل چین درباره شیوع ویروس کرونا این کشور را تحریم کند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گزارش جدیدی که منتشر کرده معتقد است که چین در ماه ژانویه سازمان جهانی بهداشت را تحت فشار قرار داده که در صورت افشای شیوع همه‌گیری کرونا چین کمک‌های خود در تامین تجهیزات پزشکی را قطع خواهد کرد. مایک پومپئو در اسرائیل عنوان کرد پرزیدنت ترامپ دو چیز را به روشنی مشخص کرده است. یکی اینکه کارزار فشار حداکثری تا زمانی که رژیم ایران مطابق با هنجارهای بین‌المللی رفتار نکند پابرجا خواهد ماند و دیگر اینکه اجازه نخواهیم داد تا رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.